باید عرض بکنم که اعلام شد مجلسی در مسجد هاشد عزیز الله وقتی اعلام شد همین هیئت های دینی که هنوز نامی نداشتن جز هیئت های دینی و با مراجع و با آیت الله حاج و روح الله در تماس بودن اینا یه اعلامیه صادر کردن روز قبل از این مجلس که در مسجد حاج سد،, سد عزیز الله است که ما با وضوع و غسل به مسجد حاج سد عزیز الله می رویم شاید لقاء پروردگار نصیب موش این وقتی که منتشر شد شبانه عوامل رژیم در سطح وزیر دربار و چند وزیر به خانه مراجع رفتم بعد از دوازده شب و خواستن از مراجع که ما منصرف شدیم از مصوب این جلسه فردا رو جلوش بگیریم. در تهران در قوم در مشهد به خصوص البته اون وقت مراجع تقلید ما در اصفهان در شیراز در اهواز و بعضی از علمای بزرگ ما در تبریز بودن اونجا رو من خبر ندارم الان در ذهنم ندارم نمیخوام که اون غیر واقعی رو در تاریخ چیزی عرض بکنم اونی که در ذهن دارم عرض میکنم در تهران و قوم و مشهد این کارو کرد چهار مرجع تقلید در تهران بودند آیت الله تونکابونی پدر مرحوم فلسفی آیت الله حاج سید احمد خونساری و آیت الله آشتیانی و یکی دیگر از بزرگان که الان در خاطرم نیست آیت الله لواسانی آیت الله لواسانی خیلی در مسجد مجد حوزه علمیه ایشون بود الان خاطرم نیومد بعد خاطرم اومد عرض میکنم خدمتون این چهار مرجع تقلید رو در تهران که هر کدام مقلدینی داشتن و از علمای بزرگ تهران معروف بودن به خدمتشون رسیدن و گفتن که شما یه ادامه بدید که فردا مجلس نیست آقایون هم ابتداعا گفتن ما باید یقین کنیم که لغو شده گفتن ما از طرف دولت و از طرف شاه به شما داریم تضمین میدیم که برقرار نشود مم... مجلس برقرار نشه چون لغو شده و ممکنه که مثلا کمونیست ها دیگران از این جلسه فردا سو استفاده کنند آقایون اعلامیه ای رو دادن یکی از اعلامیه مراجع که خود رژیم سفاک چاپ کرده همین اعلامیه چهار امضا هست که صبح برای نماز ادهی به مساجد رفته بودن تعدادی از مساجد مهم تهران این اعلامیه با چهار امضای چهار مرجع تقلید در تهران زده شده بود که امروز مجلس نیست حالا یک حادثه در تهران در این بار اتفاق افتاد یه حادثه در قوم یه حادثه در مشهد من ممکنه که در این یک که صحبت میکنم با تفصیل صحبت کنم منظورم این هست که نسل جوان رو در اون شرایط قرار بدم سعی من بر این هست که اون چه واقعی بوده بگم و واقعیت رو که در ذهن دارم و مسئولم اندالله از اون واقعیت کم و زیاد نکن در تهران اتفاقی که افتاد از جانب رژیم به آقای فلسفی که سخنران اونجا بود گفتن مجلس نیست و شما به مسجد نرید هیئت دینی اول صبح که این نیرنگ رو یافتن دیدن در رادیو چیزی گفته نشده تصمیم گرفتن که بازار رو تعطیل کنن و چیز رو مجلس رو برقرار کنن و برن به آقای فلسفی هم تماس بگیرن و آقای فلسفی رو حتما بیارن در مسجد صحبت کنن آقای فلسفی با زیرکی که داشت گفت که کسانی که من دعوت کردن من بهشون قول دادم اگر مجلس باید لغو بشه اونا باید لغو کنم و من خودم نمیتونم این مجلس رو لغو کنم از بیوت چهار مرجع تقلید تماسی با ایشون گرفته شد که ما فکر میکنیم مجلس نباشه ایشون پیغام دادن که موضوع خیلی پیچیده است اینجور که الان به ذهن مبارک آقایون رسیده نیست من البته برم مجلس کنترل میکنم مجلس رو نمیذارم که مجلس به شورشی به چیزی تبدیل بشه ما باید حقایقمون رو بگیم برادرانمون تماس گرفتیم به وسیله نمایندگانمون با آقای فلسفی گفتیم که نظر شما چی؟ ایشون گفتن که من موکول کردم به اینکه که اگه این مجلس باید بشه شما باید لغو کنید برادران گفتن ما میخوام مجلس باشه منتها تبادل نظری شد که ایشون بالای منبر بگی که چون رسما هنوز لغو نشده پونزده روز دولت مجال داره که رسما القا کنه اگر القا نشد ما روز پانزدهم این جلسه رو خواهیم داشت در تهران مجلس خیلی با شکوه برقرار شد و آقای فلسفی خواست مراجع تقلید رو در این یک ساعت منبرش داشت و بعد هم گفت چون که اعلامیه از جانب مراجع که من توفیق پیدا نکردم خدمتشون برسم بشنوم و این اعلامیه رو نمیدونم که چاپ کرد و پخش کرده باید که خدمتشون برسیم اما همونطور که گفته شد باید که رسما دولت اعلام بکنه اگر اعلام نکرد ما روز پونزدهم این جلسه رو در اینجا خواهیم داشت به بهترین صورتی جمع شد در مشهد هم که به بزرگانی در اونجا گفتن بعضی از بزرگان با عجل و شتاب حتی اطراف سهر رو دستور دادن چراغانی بشه که موفق شدیم پیروز شدیم در قوم هم یکی از بیوت وقتی که شب گفته بودن و صبح ای اون شخصیت روحانی داته بود دستور این که اطراف چراغانی بشه رو صادر کرده بود حضرت امام مطلع شدن و تماس گرفتن با اون شخصیت و فرمودن که نقل کردن شما گفتید چراغانی بشود اون شخصیت گفته بودن که بله چون وقتی مردم مبارزه میکنن مبارزه اما وقتی پیروز میشن باید که جشنی باشه عبارتی که من یادم هست از حضرت امام نقل شده عبارت این است که چه پیروزی چه جشنی اینها با سر و صدا و بوغ و چرنا یک مصوبه ضد اسلام رو اعلام کردن شبانه در گوشی اومدن با آقایان چیزی گفتن البته با امام هم تماس نگرفته بودن اون شب با بقیه تماس گرفته بودن تعبیرشون اینه شبانه در گوشی اومدن با آقایان مطالبی رو در میان گذاشتن و یک عبارتی که برای نسل جوانمون به نظر بنده پیدا کردن سند این عبارت بسیار مهمه ایشون فرمودن که ملت مسلمان ایران سالها بهانه برای مبارزه می جسته است مبارزه بر علیه تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی یک بهانه بوده است برای مبارزه ملت اسلام و پیروزی جشنی در کار نیست و درباره تصویب نام انجمن های ایالتی و ولایتی باید که رسما القا شود و در همان حد تبریقی که راجع به اصل تصویب نامه شده است باید در القا همون حد بشه خب ملاحظه می فرمایید این دو نکته ای که من خواستم عرض بکنم یک اینکه رژیم صفاک القا ای اسلام القا ای رسمیت مذهب تشیع رو در لفافه یک آرزوی تا اون روز 60 ساله مردم یعنی انجمنهای ایالتی و ولایتی قرار داده بود و این لفاف و چند فریب یک فریب برای بانوان کشور یک فریب برای احزاب سیاسی که اسلام در اساس نامشون نبود بلکه ضدیت با اسلام در اساسنامی اکثر اونها بود و تصور اون احزاب این بود گامی به پیشه این تصویب نامه رو با این خصوصیت این طرف هم مراجع تقرید به خصوص حضرت امام یافتن که باید پرده ریا و فریب رو درید از تصویب نامی انجمن های ایالتی و ولایتی و مبارزی دو ماهه روحانیت رژیم صفاکی تجربه گرفت برخی از مراجع و برخی از استوانه های حوزه های علمیه برخی از اساتین و اساتید سیاسی اجتماعی جامعه اون روز تجربه دیگری گرفتم رژیم تجربه گرفت که برای اینکه بخواد به جانب چنین هدفی یعنی القاء اسلام پیش بره و قانون اساسی رو تغییر بده باید این نیروی بیشتری رو حرکت بده و باید یک حرکت مردمی را بندازه و به جانب یک مراجعه به افکار عمومی با چند فریبی که چکون بده قشرهای گسترده جامعه رو این تجربه بود که چه خودشون گرفته باشن چه ارباب هاشون دریافته باشند باید چنین کاری کرد از طرف دیگه در بین مراجع تقلید من اون که از امام یادمه از آن یادم نیست که مرجع دیگری در این باره چیزی فرموده باشند که در ذهن بنده باش شاید من تماس و ارتباط با جای دیگری نداشتم پس از اینکه القاء تصویب نامه شد جمعی از چند هیئت در خدمت امام در همون منزلشون منزل مبارکشون کوچه یخچال قوم در اونجا هستیم امام فرمودن که خیال نکنید مبارزه تمام شده است ملت مسلمان ایران شروع را به بهانه این تصویب نامه آغاز کرد شما باید بدانید از حالا باید با هم ارتباطتون تر باشید چون دستگاه جباره تعبیرشون از رژیم دستگاه جباره بود فرمودن دستگاه جباره از این تجربه مایه گرفته که ممکنه یک حرکت شدیدتر انجام بده ارتباطاتتون باید از گذشته مستحکم تر باش و از اینجا حضرت امام به وسیله بزرگانی در مراکز استانها و به وسیله خطبا و اسلام شناسان که در خط مبارک اسلام ناب قرار گرفته بودند مردم رو تشویق کردن به تشکل و تشکلها آغاز شد از اینجا